سلام بر شما، به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو با شما همراه هستم با نگاهی بر مهمترین تحولات رخ داده در کشورمان و سایر نقاط جهان. نخست گزارشی داریم از خبری درباره فروش سلاح از سوی جمهوری اسلامی به عراق که واکنش منفی کاخ سفید را به دنبال داشت و ایران نیز آن را تکذیب کرد. به اظهار نظر جنجالی فائزه هاشمی خواهیم پرداخت که در آن وضعیت زنان قبل از انقلاب را بهتر از وضعیت آنان در حال حاضر توصیف کرد. در ادامه به آخرین تحولات اوکراین می‌پردازیم و در پایان سری می‌زنیم به استانبول و همکارمان مهستان بختیاری ما را در جریان رخدادهای این کشور از لابلای روزنامه‌ها و رسانه‌های ترکیه قرار می‌دهد. با ما همراه باشید. روز دوشنبه هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اساس اسنادی که به دست آورده، عراق قرارداد خرید 200 میلیون دلار اسلحه را با ایران امضا کرده است. با این حال خبرگزاری فارس چندی پیش به نقل از حسن دونائیفر سفیر ایران در عراق خبر داد عراق تا کنون درخواست خرید هیچ گونه سلاح یا تجهیزات نظامی از جمهوری اسلامی ایران نکرده و قصد امضای هیچ گونه قرارداد نظامی با ایران را ندارد. این خبر اما واکنش منفی کاخ سفید را به دنبال داشت که گزارش‌های منتشر شده مربوط به امضای قرارداد فروش تسلیحات ایران به عراق را شدیداً نگران کننده توصیف کرد و تاکید کرد در صورت واقعی بودن این گزارش‌ها قطعنامه سازمان ملل متحد در ممنوعیت تبادل تسلیحاتی با ایران نقض شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به اسناد قراردادهایی به قیمت 195 میلیون دلار برای فروش سلاح از ایران به عراق دست یافته است. بنابراین گزارش، قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان ایران و عراق عبارتند از مهمات اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت 75 میلیون دلار، مهمات تانک، توپخانه و خمپاره انداز به قیمت 75 میلیون و 178 هزار دلار، اسلحه سب و نیمه سنگین به قیمت 25 میلیون و 436 هزار دلار، مهمات توپخانه 155 میلیمتری به قیمت 16 میلیون و 375 هزار دلار، دوربین های دید در شب و تجهیزات هدایت کننده خمپاره به قیمت 7 میلیون و 320 هزار دلار و تجهیزات ضد گازهای شیمیایی به قیمت 6 میلیون و 676 هزار دلار. این گزارش افزوده است که این قراردادها پایان ماه نوامبر گذشته چند هفته پس از سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به آمریکا منعقد شده است. در این سفر مالکی خواستار کمک تسلیحاتی بیشتری از دولت آمریکا به نیروهای دولتی عراق برای جنگ علیه گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده شده بود. رویترز از علی الموسوی مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق نقل کرده که گفته است این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کند. او حال خاطر نشان کرده است که با توجه به چالش‌های امنیتی عراق چنین قراردادی قابل فهم است و افزوده ما با تروریسم در جنگ هستیم و به طور طبیعی می‌خواهیم که در این جنگ پیروز شویم. هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از خرید مهمات نظامی از هر طرفی شود. این مهمات به ما در جنگ علیه تروریست‌ها کمک می‌کند. خبرگزاری رویترز در این حال گزارش داده منابعی در دولت ایران نسبت به وجود چنین قراردادی ابراز بی‌اطلاعی کردند. این قراردادها در صورت اجرا شدن نخستین تبادل رسمی اسلحه میان ایران و عراق خواهد بود. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار این اخبار ابراز نگرانی کرده است. جنساکی در این خصوص به خبرنگاران گفته است اگر اخبار مربوط به فروش سلاح از ایران به عراق صحت داشته باشد باعث نگرانی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. همچنین یک مقام آمریکایی هم در این باره گفته است وجود چنین قراردادهایی در صورت صحت می‌تواند گام‌های نزدیکی میان واشنگتن و تهران و روند مذاکره برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی‌اش را پیچیده‌تر کند. تأکید کرده است چنانچه وجود چنین قراردادهایی صحت داشته باشد نگرانی‌های جدی برمی‌انگیزد. هر گونه فروش اسلحه از ایران به کشور دیگری نقض صریح قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
قطعنامه 1747 به پرونده هسته‌ای ایران مرتبط است که در تاریخ 4 فروردین 86 با رأی موافق تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. عراق به تازگی نیز مذاکراتی هم با روسیه و چین برای خرید اسلحه از این دو کشور انجام داده است. روز یکشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در جریان کنفرانس خبری مشترک با وانگی وزیر امور خارجه چین در بغداد اعلام کرد که چین به بزرگترین شریک تجاری عراق برای خرید سلاح و نفت تبدیل شده است. مسئله فروش تسلیحات چین به عراق یکی از مهمترین مباحثی بود که در گفتگوهای صورت گرفته میان وزرای امور خارجه دو کشور مطرح شده بود. روز سه‌شنبه 6 اسفند ماه خبرگزاری فارس به نقل از حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق نوشت عراق تا کنون درخواست خرید هیچ گونه سلاح یا تجهیزات نظامی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمهوری اسلامی نکرده و قصد امضای هیچ گونه قراردادی برای مسلح کردن نیروهای نظامی عراق با ایران را ندارد. بر اساس این گزارش آقای دانایی فر در مصاحبه با خبرگزاری المصدر نیوز گفته در دیدار مقامات عراقی از ایران موضوع خرید تسلیحاتی مطرح نشده و دو طرف تنها در زمینه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. اما هفته گذشته فائزه هاشمی رفسنجانی نسبت به وضعیت زنان و مطبوعات در ایران انتقاد کرد و آن را روندی رو به عقب توصیف کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص زنان گفت وضعیت زنان ایران در دوران قبل از انقلاب بهتر از امروز بود. آنان در سنا حضور داشتند و حتی در کابینه دولت وزیر زن داشتیم، اما به عکس در امور اجتماعی عقب بودند. رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از وضعیت مطبوعات نیز انتقاد کرد و گفت در حوزه مطبوعات نیز شاهد عقب‌گرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جراید به مراتب بهتر از امروز بود. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید وضعیت زنان قبل از انقلاب بسیار بهتر بود. خانم هاشمی نماینده پیشین مجلس گفته است به نظر من وضعیت زنان از نظر سیاسی با توجه به آمار موجود و همچنین با توجه به شرایط زمانی که مربوط به 35 سال قبل است بسیار بهتر از همکنون بود. به افزوده است اگر آن موقع دو وزیر زن داشتیم در شرایط فعلی باید چند برابر آن زمان باشد که یک وزیر زن هم نداریم. همینطور به صورت نسبی و درصدی تعداد زنان نماینده آن زمان در مجلس ملی و سنا قابل توجه‌تر از شرایط فعلی بوده است. یعنی اگر جهانی شدن و بهبود وضعیت زنان در این بیش از 3 دهه را اضافه کنیم، مشاهده می شود در بخش مشارکت سیاسی زنان خیلی عقب مانده ایم. خانم هاشمی گفته است، وضعیت زنان از نظر سیاسی نه تنها پیشرفت نبوده بلکه عقب‌گرد هم داشته ایم. این نماینده پیشین مجلس در ادامه با بیان اینکه تفاوتی نمی‌کند اصولگراها قدرت را به دست گیرند یا اصلاح طلبها گفته است همگی در موضوعات مربوط به زنان دارای تحجر هستند. به با اشاره به دولت روحانی و احمدی نژاد و با بیان اینکه دولت احمدی نژاد بیشتر به زنها بها می‌داد گفته است احساس یک نوع زن ستیزی در دولت روحانی دارم. خانم فائزه هاشمی با بیان اینکه امیدی به بهبود شرایط ندارد گفته است متاسفانه زنان در ایران بیشتر حکم پیاده نظام را پیدا کردند. زحمت می کشند، پا به پای مردان کار می کنند، اما زمان تقسیم غنایم که می رسد، پست ها و سمت ها علی‌رغم توانایی که زنها دارند به جرم زن بودن با آنها داده نمی شود. خانم هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسفبار مطبوعات در ایران اشاره کرده و گفته در حوزه مطبوعات نیز شاهد عقب‌گرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جراید از امروز بهتر بوده است. فائزه هاشمی گفته هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد آن کشور توسعه یافته تر است، اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم عقب‌گرد است. با عنوان مثال در زمان مشروطه انتشار جراید و روزنامه ها به مجوز احتیاجی نداشت و صاحبان روزنامه تنها به اعلام ثبت روزنامهشان اکتفا می کردند. این نماینده پیشین مجلس گفته است در 100 سال پیش وضع مطبوعات ایران بهتر بود. جراید باید در چارچوب قانون و با رعایت قانون به انجام امور مطبوعاتی خود می پرداختند. اما متاسفانه الان مجوز که هیچ، حتی اشد مجازات را برای یک روزنامه در نظر می گیرند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت مطبوعات در جمهوری اسلامی بدتر شده.
ششم آبان ماه روزنامه اصلاح طلب بهار توقیف شد. 11 آذر ماه تحریریه روزنامه نشاط تعطیل شد. 15 دی ماه روزنامه بهار و هفته نامه شهروند امروز مجرم شناخته شدند. 16 دی ماه هفته نامه یال سارات الحسین ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله ایران توقیف شد و اول اسفند ماه روزنامه آسمان توقیف و مدیر مسئول آن برای 3 روز روانه زندان شد. ماجرای یارانه ها، عدم بودجه دولت برای پرداخت آنها و مصوباتی که دولت را ملزم به پرداخت آن می کند همچنان محل اظهار نظرهای مختلف است. در این خصوص اسحاق جهانگیری ادامه روند کنونی پرداخت یارانه های مستقیم را غیر ممکن دانسته و گفته برخی اقشار یارانه می گیرند تا به ریش دولت بخندند. اظهارات معاون اول روحانی در حالی است که نمایندگان مجلس ایران ماه گذشته با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند و بدین ترتیب دولت مکلف است از سال آینده بخشی از درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اشکال مختلف در اختیار نیازمندان قرار دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در سخنانی در جلسه شورای اداری استان تهران ادامه روند کنونی پرداخت یارانه‌های مستقیم را غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت، آقای جهانگیری گفت بعضی از اقشار این یارانه را می‌گیرند که به ریش دولت بخندند و عنوان کنند این چه شکل توزیع عدالت است، چرا که از وضعیت مالی خوبی بهره‌مند هستند. جهانگیری 2 روز پیش نیز با اشاره به آمار رسمی جمعیت کشور گفته بود که 214 هزار نفر بیشتر از تعداد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که بخشی از مردم اصولاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند. اندکی پس از این سخنان جهانگیری، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران از به جریان افتادن طرح خود اظهاری برای یارانه نقدی در روزهای آینده خبر داد و گفت مراحل ابتدایی این کار صورت گرفته و روی فرم خود اظهاری کار کارشناسی انجام شده و تصمیم گیری ها در حال انجام است تا بر اساس قانون تا قبل از سال آینده این کار صورت بگیرد. با توجه به فقدان آمار و داده های کافی در ایران و نبود امکانات و راستی آزمایی، این خود اظهاری ها بعید به نظر می رسد که دولت در رساندن یارانه به افراد واقعا واجد شرایط کاملا موفق شود. درباره هزینه‌ای که پرداخت یارانه نقدی به خزانه کشور تحمیل می‌کند، جهانگیری آمار و ارقامی ارائه کرد که گویای ناتوانی دولت در ادامه این روش تلقی می‌شود. وی گفت که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی درآمد دولت از رهگذر آن 96 هزار میلیارد تومان بوده، اما 137 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. به عبارت دیگر نه تنها بخشی از درآمدهای مربوط به اجرای هدفمندی طبق قانون برای کمک به تولید هزینه نشده، بلکه دولت برای تامین مبلغ یارانه نقدی از منابع دیگر نیز برداشت کرده است. جهانگیری به برخی از منابع تامین این بودجه و تأثیرات منفی آن اشاره کرد و از جمله گفت در حالی که باید همواره 15 هزار مگاوات طرح در دست اجرا برای توسعه نیروگاه‌ها داشته باشیم و امروز فقط 3800 مگاوات طرح در دست اجرا داریم، باید سالیانه 3600 میلیارد تومان از منابع این بخش صرف تامین نقدینگی توزیع یارانه ها شود. او همچنین فاش کرد که 300 میلیارد تومان هم از بودجه تامین آب آشامیدنی مردم برای پرداخت یارانه های نقدی صرف می شود. این در حالی است که دست کم به 1000 روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آب رسانی می شود. نظام سلامت ایران عقب مانده ترین نظام موجود است و مردم 70% هزینه های درمانی را باید از جیب پرداخت کنند. به گفته اسحاق جهانگیری، کاهش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی سبب کسری فاحشی در بودجه شده است. او با اشاره به اینکه از بودجه 210 هزار میلیاردی سال گذشته تنها 140 هزار میلیارد تومان آن محقق شده گفت که از بودجه 170 هزار میلیاردی امسال نیز در بهترین حالت 130 هزار میلیارد تومان آن تامین خواهد شد. از این میزان دست کم 118 هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه های جاری می شود و تنها 12 هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی باقی می ماند که با آن تنها می توان طرح‌های نیمه تمام را کامل کرد. اظهارات آقای جهانگیری در حالی است که مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه یعنی 28 بهمن لایحه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها
از اول فروردین 1393 را تصویب کرد و بدین ترتیب دولت مکلف به اجرای آن است. بر اساس تبصره 21 لایحه بودجه 93 که روز دوشنبه 28 بهمن در مجلس تصویب شد، به دولت اجازه داده شد در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند. قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمستان 1387 به صورت لایحه از سوی دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و پس از مدتی با اعمال تغییراتی در آن به تصویب رسید. اما اجرای آن از 28 آذر 1389 آغاز شد. طبق این قانون با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر کالاها بخشی از درآمد حاصل از این کار به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود. اجرای این قانون نتایجی غیر از آنچه که پیش بینی می شد به بار آورد. افزایش قیمت حامل های انرژی مانند نفت، بنزین، گاز و برق تشدید تورم را در پی داشت. از سوی دیگر درآمد حاصل از حذف سوبسیدها کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را نمیداد. به عنوان مثال در 6 ماه نخست اجرای قانون درآمد دولت از اجرای این قانون 30,000 میلیارد تومان بود، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به مردم بالغ بر 63,000 میلیارد تومان شد. اکنون دولت حسن روحانی ضمن آنکه خود را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ملزم می‌بیند، باید با پیامدهای به شدت زیانبار آن نیز مقابله کند. اما هفته گذشته شماری از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان استیضاح وزیر آموزش و پرورش شدند. امضا کنندگان علی اصغر فانی را به 18 مورد سوء مدیریت متهم کردند. در صورت استیضاح وزیر آموزش و پرورش و نخستین وزیر دولت 11 است که استیضاح می شود. در 3 ماهی گذشته 3 عضو کابینه دولت 11 وزیران اقتصاد، علوم و ارشاد از مجلس اخطار یا کارت زرد دریافت کردند. برخی نمایندگان مجلس از آماده شدن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر دادند. فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت که برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش طرحی تهیه و 79 نفر هم آن را امضا کردند. وی ابراز اطمینان کرد که این نمایندگان از پیگیری طرح استیضاح منصرف نخواهند شد. حسینی میگوید استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش 18 مورد از سوء مدیریت های علی اصغر فانی را از جمله در ارتباط با تضییع حقوق مسلم فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بی توجهی به حقوق فرهنگیان ایثارگر و واگذاری غیر اصولی مسئولیت ها فهرست کردند. نماینده قصر شیرین بی توجهی به هوشمندسازی مدارس خاص، شاهد، استعدادهای درخشان و غیر انتفاعی و عدم پرداخت حقوق معلمان ایثارگر و حق تدریسی را از محورهای دیگر طرح استیضاح فانی عنوان کرد. حسینی ضمن انتقاد از عدم پرداخت حق سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان آموزش و پرورش گفت مدیریت وزیر آموزش و پرورش به هیچ وجه قابل تحمل نیست. وی قطع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را از دیگر محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد. علی اصغر فانی دومین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که 5 آبان ماه با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع نمایندگان مجلس به کابینه پیوست. پیش از او محمد علی نجفی با اختلاف 1 رأی از نشستن بر این مسند باز ماند. در همین حال علی اصغر فانی به پایگاه اطلاع رسانی مجلس گفت که هنوز درباره استیضاح خبری به او اعلام نشده است. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که نمایندگان اختیاراتی دارند و طبق اختیارات خود عمل می کنند. این تر هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشده است. استیضاح احتمالی وزیر آموزش و پرورش پس از اعلام وصول طرح و خوانده شدن آن در صحن علنی مجلس به جریان می افتد. در رویدادی دیگر و مرتبط نیز طرح سوال 41 نماینده مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات در خصوص تضعیف امنیت ملی در دولت حسن روحانی تقدیم مجلس شد.
متن کامل طرح سوال این نمایندگان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده و امضا کنندگان این طرح خواستار حضور علوی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند. در این طرح از علوی بیش از 20 سوال درباره مواردی همچون تلاش برای عادی سازی رابطه با آمریکا توسط وزارت امور خارجه و رئیس جمهوری سوال شده است. کت خدا دانستن آمریکا، درخواست نظرسنجی برای رابطه با آمریکا، توان خواندن قدرت دفاعی کشور و ممانعت از برگزاری رزمایش‌های موشکی از دیگر پرسش‌های نمایندگان است. آنها همچنین از وزیر اطلاعات خواستند درباره اجابت خواسته‌های آمریکایی‌ها در ممانعت از سفر هیئت‌های فرهنگی و نظامی دیگر کشورها به ایران از سوی دولت روحانی توضیح دهد. این طرح در عین حال درباره عدم شفافیت مواضع مسئولین دولتی درباره اسرائیل، عدم جدیت در حمایت از تفکر مقاومت در منطقه و تعهدات فراتر از قانون در توافقنامه ژنو از وزیر اطلاعات سوال کرده است. توزیع نامناسب سبد کالا، حضور عناصر فتنه در پست‌های مهم و کلیدی کشور و عدم توجه به اساس وحدت و انسجام ملی دو سوال دیگر نمایندگان از علوی را تشکیل می‌دهد. در پایان این طرح از محمود علوی به طور مشخص پرسیده شده که اقدامات وزارت اطلاعات در ممانعت از این اقدامات چه بوده است؟ اظهار پی در پی اعضای کابینه حسن روحانی به مجلس و افزایش بی سابقه طرح سوال از وزیران با انتقادهای از سوی رئیس جمهور و حامیان دولت روبرو شده است. گزارش عملکرد نظارتی مجلس ایران از 3 ماه نخست فعالیت دولت 11 حاکیست روحانی و هیئت دولت در 96 روز 1429 بار تذکر گرفتند. طی این مدت وزیران کابینه 277 بار مخاطب پرسش‌های نمایندگان بودند. برخی از ناظران اصولگرایان تندرو را متهم به تحت فشار قرار دادن دولت می‌کنند. مجلس دومای روسیه هفته گذشته اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین رئیس جمهور قانونی این کشور است. مسکو پیشتر نیز حاکمان جدید کیف را متهم کرد که با شیوه‌های تروریستی به دنبال سرکوب مخالفان خود هستند. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین نسبت به تجزیه این کشور هشدار داد. مجلس دومای روسیه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنان رئیس جمهور قانونی این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان روسیه موسوم به دوما در پی سرنگونی دولت اوکراین به دنبال تصویب طرحی است تا بتواند از روستبارها در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین حمایت کند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با یان آسلبورن همتای لوکزامبورگی خود عنوان داشت تمام گروه‌های سیاسی در اوکراین باید برای تحقق مجدد آرامش تلاش کنند. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد این مسئله که ما بخواهیم اوکراین را بر انتخاب یک گزینه در میان روسیه و غرب مجبور کنیم امری بسیار خطرناک است. لاوروف گفت ما نیز علاقمند هستیم که اوکراین عضوی از خانواده اروپا به معنای کامل کلمه باشد. وی تاکید کرد روسیه در امور داخلی اوکراین مداخله نمی کند و انتظار دارد که غرب هم به همین شیوه رفتار کند. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین به همراه مقام‌های امنیتی این کشور نسبت به علائم جدایی طلبی و تهدیدهای علیه امنیت اراضی اوکراین در شبه جزیره کریم ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف سخنگوی پارلمان این کشور که اکنون موقتاً رهبری این کشور را بر عهده دارد به دنبال تظاهرات در شبه جزیره جنوبی کریم علیه دولت موقت مقام‌های مختلف این کشور را فراخواند تا در خصوص این نارامی‌ها گفتگو کنند. دفتر امور رسانه ی آقای تورچینوف بعد از این گفتگوها در بیانیه ای اعلام کرد در این جلسه در خصوص جلوگیری از بروز کردن هر گونه نشانه جدایی طلبی و تهدید علیه تمامیت ارضی و همچنین مجازات بانیان این اقدام‌ها صحبت کردیم. در رویدادی دیگر نمایندگان پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین المللی جنایی تحویل داده شوند. در قطعنامه پارلمان اوکراین
این مقام های سابق به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوبی اعتراض های اخیر و کشته شدن بیش از 100 نفر متهم شدند. در تحولی دیگر و در حالی که به دنبال برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، رئیس جمهور موقت در این کشور کنترل اوضاع را در دست گرفته، گزارش ها حاکی است که ساکنان شبه جزیره کریمه که اکثرا روس زبان هستند علیه این دولت موقت دست به تظاهرات و اعتراض زدند. به گفته رویترز، برخی از ساکنان کریمه علناً خواهان جدایی از اوکراین شدند. شبه جزیره کریمه که مورد مناقشه اوکراین و روسیه است، تا سال 1954 بخشی از روسیه بود. اما در آن سال و در دوران حیات اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین تعلق گرفت. اکثر ساکنان شبه جزیره کریمه به زبان روسی صحبت می کنند و این منطقه روابط نزدیکی با روسیه دارد. به گفته رویترز، برخی از ساکنان این منطقه شروع به تشکیل گروه های شبه نظامی کردند که حاکی از نارضایتی آنها از تحولات اخیر در اوکراین است. در همین خصوص، آرسنی یاتسنیوک از اعضای ارشد پارلمان اوکراین به روسیه هشدار داده که در مسائل کریمه دخالت نکنند. طبق اظهارات مقام‌های اوکراین، کارزار انتخابات زودرس ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شده و قرار است در هفته جاری نخست وزیر و کابینه موقت جدید در کیف معرفی شوند. ادامه بحران در اوکراین در حالی است که روسیه مشروطیت دولت جدید اوکراین را نپذیرفته و دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه گفته است که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت که پارلمان بدون انجام بحث‌های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. نارامی‌های اوکراین از ماه نوامبر و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا سر باز زد و به جای آن به روسیه بیشتر نزدیک شد. در جریان درگیری‌های چند روز اخیر این کشور، نزدیک به 80 نفر از نیروهای پلیس و معترضان کشته شدند و سرانجام یانوکوویچ مجبور به فرار شد. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به ترکیه و با مهستان بختیاری خبرنگارمان خواهیم بود که ما را در جریان آخرین تحولات این کشور و بحران رسوایی مالی که دولت رجب طیب اردوغان با آن روبروست قرار می‌دهد. میشه گفت هفته پرتلاطمی را از حیث رویدادهای خبری در ترکیه پشت سر گذاشتیم. در آغاز هفته بحث و گفتگو و جدل، حتی حرکت‌های اعتراضی خیابانی نسبت به تصویب قانون جدید اینترنت در ترکیه مطرح بود، قانونی که پیشتر خود آقای عبدالله گل ریاست جمهوری خواستار اصلاحاتی در یک دو بنده اون شده بودن، ولی در اوایل هفته شاهد بودیم که این قانون رو نهایتاً ایشون امضا کردن. شاید به نوعی باعث بغض و ایراد بسیاری از منتقدین شدن. اونها انتظار نداشتن که آقای عبدالله گل این قانون رو امضا بکنه، به ویژه اینکه پیشتر بسیاری از فعالین حقوق بشر و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی نهادهای بین‌المللی همچون دیدبان حقوق بشر از آقای عبدالله گل خواسته بودن این قانون رو به جهت اینکه ناقض آزادی‌های فردی هستش امضا نکنه. ولی در توضیح این موضوع خود آقای گل عنوان کردن که من با این پیش شرط این قانون رو امضا کردم که دولت بازنگری جدی رو در این زمینه و در مورد این قانون داشته باشه. به نظر میرسه چندان این توضیح اقناع نکرد منتقدین و معترضین رو، که اونها برخیشون به خیابون اومدن، زد و خوردهایی رو هم با پلیس داشتن در یک تجمع اعتراضی که در شهرهای استانبول و آنکارا برگزار شد و عده‌ای هم در این رابطه دستگیر شدن. ولی به هر حال دولت پیشتر همونطور که میدونیم عنوان کرده بود که از این جهت این قانون رو در پارلمان تصویب کرده و به دنبال اجرای شدن اون هستش که بتونه حریم خصوصی افراد رو در حوزه مجازی محافظت کنه، به ویژه با گسترش روزافزون سایت‌های پورنوگرافی. منتقدین هم به هر حال دلایل خودشون رو داشتن، عنوان میکردن این یک بهانه از سوی دولت هست برای نقض حریم خصوصی افراد و ای بسا در آینده چنین قوانین محدود کننده هم در حوزه‌های دیگه اعمال بکنه دولت. به هر حال همونطور که گفتیم در پارلمان با اکثریت آرای قانون به تصویب رسید، به امضای آقای عبدالله گل هم رسید و به نظر میرسه که به زودی و در آینده نزدیک در ترکیه شکل اجرایی به خودش بگیره. اما مهمتر از این خبر
خبر دیگه ای که به هر حال مثل یک بمب خبری میشه گفت نگاه میلیون ها نفر رو در ترکیه به خودش جلب کرد، انتشار یک فایل صوتی منتسب به آقای رجب طیب اردوغان بود. فایل صوتی که به هر حال مربوط به تاریخ 17 دسامبر، روزی که نیروهای اطلاعات و امنیت ترکیه تعدادی از تجار سرشناس رو در رابطه با فساد مالی دستگیر کردند و عنوان شد که برخی از نزدیکان دولت از جمله فرزندان چند وزیر کابینه دولت آقای اردوغان نیز در این پرونده فساد مالی مشارکت داشتن و دخالت‌های رو داشتن. این فایل صوتی که منتسب به آقای اردوغان بود، در اون در واقع شنیده می‌شد که آقای اردوغان به پسرش بلال میگفت که هرچه سریع‌تر مبلغ 30 میلیون یورو پولی که در خانه هستش رو پنهان بکنه. در حال بازتاب بسیار زیادی رو داشت. در طی مدت زمان کوتاهی که این فایل منتشر شد، میلیون ها نفر از این فایل دیدن کردن. این موضوع باعث شد بلافاصله آقای اردوغان یک جلسه اضطراری با مقامات ارشد اطلاعات امنیت ترکیه و برخی همکاران خودش در دولت تشکیل بده و فوراً هم موضوع رو تکذیب کرد و عنوان کرد که این فایل صوتی اساساً یک فایل ساختگی و ادیت شده استش. این تکذیبی البته از سوی دولت نه تنها اقناع کننده نبود برای مخالفین دولت، به ویژه در احزاب قدرتمند دیگه که همواره دولت رو در این گونه موارد به چالش کشیدن، حتی باعث شد یک سری اعتراضات خیابانی هم بعد از اون به وجود بیاد. ولی اساساً چالش بزرگ این موضوع در پارلمان اتفاق افتاد، در جایی که در میان همه گروه‌ها و احزاب مخالف و قدرتمند دولت، حزب خلق ترکیه به رهبری آقای کمال قلیچدار با در دست داشتن این فایل صوتی یک سخنرانی اعتراضی و بسیار تندی رو بر علیه آقای اردوغان مطرح کرد و به طور واضح و مشخص خواستار کنارگیری آقای اردوغان از قدرت شد. مرسوم است در ترکیه معمولا سخنرانی ها و جلسات پارلمان از روی شبکه‌های تلویزیونی پوشش داده میشه، ولی شاید به ندرت این اتفاق بیفته که سخنرانی یک فردی در پارلمان قطع بشه و پوشش داده نشه، از جمله همین سخنرانی اعتراضی آقای کمال قلیچدار که از سوی برخی شبکه‌های تلویزیونی قطع شد و پوشش داده نشد. همین موضوع هم جنجال خاص خودش رو به پا کرد. به هر حال از این موضوع که بگذریم، در این سخنرانی اعتراضی آقای کمال قلیچدار اعتقاد داشت که این فایل صوتی که خود آقای اردوغان هم صدای موجود در اون رو رد نمی کنه و به نوعی می پذیره که صدای خودش هست و تنها میگه که این فایل ادیت شده هستش، در واقع یک فایل واقعی هستش و آنها اعتقاد داشتن این فایل اساساً صحت واقعی داره و ما اون رو تایید میکنیم. آقای قلیچدار مشخصاً از آقای اردوغان خواست در شرایط کنونی بهتر است که از قدرت کنارگیری بکنه. احزاب دیگه هم به همین شکل نمایندگانشون در مقابل دولت به هر حال موضع انتقادی داشتن، از جمله حزب صلح و دموکراسی که یک حزب کردی هست به رهبری آقای صلاح الدین دمیرتاش، که نقش این حزب رو ما در جریان مذاکرات صلح میان پیکاکا و دولت به خوبی دیدیم. آقای قلیچدار هم همین موضوع رو، آقای صلاح الدین دمیرتاش هم همین موضوع رو به همین شکل مطرح میکرد و اعتقاد داشت که اگر هواداران آقای اردوغان اعتقاد دارند که این فایل غیر واقعی هست، تشخیص اون از لحاظ تکنولوژی و متخصصینی که در ترکیه وجود داره کار چندان سختی نیست. به هر حال در کنار مخالفین قدرتمند دولت در پارلمان، افراد و نمایندگان هوادار دولت هم اساساً دیدگاه خاص خودشون رو مطرح میکردن. اونها اعتقاد داشتن این گونه ترفندها به صورت سیستماتیک مشخصاً از یک منبع مشخص و روشنی همچون شبکه گولن هدایت میشه. افرادی که نفوذ دارن در دستگاه امنیتی و دستگاه پلیس و در میان قضات دادگستری تلاش میکنن چهره دولت رو در میان افکار عمومی مخدوش نشون بدن، به ویژه در آستانه انتخابات محلی. به هر حال گذشت از این بحث و جدل هایی که در میان احزاب رقیب و هوادار دولت در پارلمان ترکیه رخ داد، یک موضوع در ساختار اقتصادی ترکیه در ظرف همین چند روزی که این فایل منتشر شد نمود پیدا کرد و اون هم صعود دوباره ارزش لیر در مقابل ارزش دلار بود که در طی این چند روز پایین‌ترین سطح خودش است. ولی در حوزه سیاسی در میان کارشناسان و منتقدین هم نظرات یکسان نبود. نظرات مختلفی رو اونها در این زمینه ابراز می‌کردن. عده‌ای اساساً اعتقاد داشتن که دولت آقای رجب طیب اردوغان در طی سال‌های گذشته چنین چالش‌هایی رو پشت سر گذاشته و آنقدر اعتماد این حزب عدالت و توسعه در میان مردم ریشه دار هست که نتونه چنین موضوعاتی رو اون هم در آستانه انتخابات محلی به چالش بکشونه.
برخی دیگر البته انتقاد میکردن و نظر متفاوتی رو داشتن و عنوان میکردن با توجه به بی سابقه بودن چنین اتفاقاتی و رخدادهایی، آن هم در واقع منتسب بودن به نزدیکان دولت، خیلی بعید به نظر میرسه در انتخابات آینده حزب عدالت و توسعه بتونه مانند گذشته قدرتمند ظاهر بشه. و به نظر میرسه البته به اعتقاد این عده که حزب عدالت و توسعه تا حدود زیادی محبوبیت خودش رو در میان افکار عمومی از دست داده. به هر حال کمتر از 4 هفته به برگزاری انتخابات محلی باقی مونده، در واقع آوردگاه بسیار مهمی که به ویژه برای حزب عدالت و توسعه از این حیث برای به دست گرفتن قدرت دوباره حائز اهمیت هستش، باید صبر بکنیم و ببینیم چه اتفاقی در این زمینه روی خواهد داد. با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می‌شود. اگر موافق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.